مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاربیک نوربیج با ما همراه شدن. خوش آمدید خانم حاجی‌زاده. چرا با وجود ادعای حکومت ما شاهد اعتراض گسترده فعالان اقتصادی به عدم تخصیص ارز هستیم؟ خب این اعتراضات مدت ها هست که ادامه داره. در واقع مسئله اینجاست که دولت تلاش میکنه بحران کمبود و مشکل ذخایر ارز خودش رو پنهان بکنه و ما مکرر هم میبینیم که مسئولان دولت از جمله مسئولان بانک مرکزی اعلام میکنن که اصلی وجود نداره و تأمین ذخایر حالا مورد نیاز برای تولید کنندگان، صادر کنندگان اختصاص پیدا میکنه. ببینید ما یک زمانی حدود 6-7 سال پیش، 7-8 سال پیش میزان ذخایر ارزمون حدود 120-121 میلیارد دلار بود. الان اون چیزی که خود بانک مرکزی اعلام میکنه 25 میلیارد دلار هست. البته خب بازم خوشبینانه است، چیزی که صندوق بین المللی پول اعلام میکنه مراتب کمتر، حدود 21 میلیارد دلار هست. خب قاعدتا این خیلی تفاوت ملموسیه هست و خب ما میدونیم بخش عمده از این ذخایر ارزی هم که امروز در اختیار بانک مرکزی قرار داره متأثر از همون فروش نفتی هست که حالا در خلال یکی دو سال گذشته واسطه کم شدن فشار تحریم ها و اون آزادسازی هایی که در مورد منابع ارزی دولت جمهوری اسلامی صورت گرفت انجام شد. اما این شرایط میتونه در مرور سخت‌تر هم بشه حالا در صورتی که آقای ترامپ وارد کاخ سفید بشه. اما یک مسئله دیگه هم هست، این شرایط سخت تر هم شده و خواهد شد به واسطه اینکه دولت تلاش میکنه، یا حتی شما صحبت های آقای صلاح ورزی رو اشاره کردید، مسئله عمدتاً این عنوان میشه که تحریم ها باعث مشکل تأمین ارزی و تأمین ذخایر ارزی هست، در حالی که ناکارآمدی دولت داره پشت این مسئله تحریم ها پنهان میشه. ما میدونیم که بله، امروز به دلیل مشکلات برق تولیدات صادرات محوری مثل فولاد ارزآوریشون به مراتب کاهش پیدا کرده و این تداوم پیدا خواهد کرد. اینی که ارز برای واردات مواد اولیه تخصیص پیدا نمیکنه و حذف ارز ترجیحی کالای اساسی چه تأثیری میذاره بر قیمت ها؟ و قاعدتا خیلی مستقیم هست. ما یک تجربه ای داریم زمانی که ارز ترجیحی 4200 تومانی هست شد، خیلی مستقیم تاثیر اون رو از همون ابتدا که زمزمه هاش مطرح شده بود روی قیمت نه فقط کالاهای اساسی، روی عمده کالاها، چه اونهایی که وابسته بودن به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم به ارز دیدیم. امروز این عدم تخصیص منابع ارزی به حالا چه اون کالاهای اساسی، ارز در واقع ارز 28500 تومانی دولت، نه تنها در این مرحله که در آینده اثر در واقع مضاعف خودش رو بر بازار میگذاره، نه فقط بر کالاهای اساسی و مواد خوراکی که در بازارهای دیگه مثل بازار مسکن و حوزه های دیگه اثر تورمی خودش رو به همراه خواهد داشت. این چیزی هست که خب بارها پیش از این از اواخر سال گذشته هشدارهای مکرری از طرف فعالان اقتصادی داده شده بود نسبت به اینکه این عدم تخصیص ها میتونه چه تبعات و تورمی به همراه داشته باشه. اما همونطور که امروز هم ادامه داره این وضعیت، هم تو هشدارهایی که فعالان اقتصادی میگن اعلام میکنن، این میبینیم این روند ادامه داره و راهکاری دولت براش نداره. سپاسگزارم از شما. مولود حاجی‌زاده، روزنامه‌نگار اقتصادی از لاروک نروژ همراه من.